آقا رسول الله فرمودن لیس من یوم یأتی الى ابن آدم، روزی نیست که بر فرزند آدم میاد. همون روزا آقا رسول الله میفرمود هر روز بر خودش یک شخصیت داره، یک شخصیت داره، این یک موجود زنده صاحب فهم عقل، اون دنیا خیرتو میگیره. یونادی فریاد میزنه، ندا میده. یونادی نمیگه یقول، میگه داد میزنه. یونادی فی یبن آدم انا خلق جدید، میگه میاد میگه ای فرزند آدم، من امروز مخلوق جدیدم در خدمت تو هم. و بدون و انا علیک قدن شهیدا، من فردا خودم علیه تو شهادت خواهم، من در خدمت شما هستم، اما بدون من خودم جز شاهدای اون روز قیامتم، همه رو گزارش میدم. فعمل، انجام بده، کار کن، خیرن، خوب پس از من استفاده کن و کار خیر انجام بده. و اگر منو از دست دادی لن ترانی، عمرن دیگه منو نبینی. اونی که میاد یکی دیگه است، یک نفر شاکی علیه خودت گذاشتی کنار، بدون فردا من نیستم، یکی دیگه است. یا با او خوب تا میکنی یا چی؟ اونم از دستت شاکی. و یقول اللیل مثل ذالک، و شب هم دقیقا این همین حرف رو میزنه، نیمی از شب را خدا بیدارم و شب زنده داری میکنم. به چه گذراندی؟ به پی ام سی. به آره دیگه گذشته، دامبلدین بولیون گذشته واسه خودش اونجا، خوش و اینم داره نگاه میکنه اونجا، شنگول دیگه، ابلیس هم داره قهر، همه خوشن، شیطون میخنده، تو هم میخندی، اصلا عشق میکنه یارو. اصلا اون دنیا خورده نگاتیو اینه، هیچ برعکس میشه، هم شیطون داد میزنه هم منو تو داد میزنی. امام علی علیه السلام فرمود المرء ابن ساعت، ابن زمانه، شنیدید؟ میگه ابن ساعت، ساعت یعنی لحظه ای که در آن به سر میبره. میگه تو فرزند همین ساعتی هستی که توشی. ان عمرك وقتك الذي انت فيه، عمر تو همین زمانیه که توش هستی، آینده هنوز نیومده، معلوم نیست باشه یا نباشه، همینو بهره ببر ازش، به خدا معلوم نیست 10 سال دیگه زنده باشی. باز امیر مؤمنان فرمود عمر تو مهر سعادت توست و سعادت تو در گرو اوست، اگر آن را در راه طاعت پروردگار مصرف کرده باشی، مشروط به این، عمر تو سعادت تو دست عمرت، کلیدشو، مهرشو، اون تضمین شدهشو اون میزنه. امام صادق فرمود لیس فی الدنیا شیء، نیست در دنیا چیزی اعز، عزیزتر، من قلبک و وقتک، چیزی عزیزتر از قلب تو و وقت و زمانی که تو داری نیست. این دل تو، یعنی اون جایگاه ایمان انسان. بعد ما این دوتا رو خرج چی میکنیم؟ دلمونو میذاریم جایگاه بدبینی نسبت به مؤمن، جایگاه سوء زنهای غلط نسبت به افراد دیگه، جایگاه کینه نسبت به افراد دیگه. آدمی که نگران قلبش و وقتشه، این سعادت من. امام صادق فرمود من که نمیگم که الفرصت تمر، هی داره میگذره، امام علی علیه السلام، زمان داره میگذره، به سان ابر میگذرد زمان، پس فرصتهای خیر را غنیمت شمارید. امیر مؤمنان دوباره اضاعت الفرصه هی غصه، از دست دادن فرصت چیه؟ غصه. اغتنم الفرصه قبل ان تکون غصه، فرصت رو قدر بدون، فرصت یه همون چیز داری. ما چیزی تحت عنوان شانس بگید نداریم، شانس مال سکولارا و لایکاست. اگه میری توی هیئتی دعوت نامه برات فرستادن، جلسه اهل بیت میری دعوت نامه برات فرستادن، فرصته، چطور استفاده میکنی؟ طرف براش فرصت زیارت فراهم شده، خواستتش آقا ابا عبدالله الحسین، نصف وقتش تو بازارا میچرخه، خدا خواستتش، میگه بیا خونم، خواستتش که داره میره، قبل این که بره داره آدرسه پاساژا رو میگیره. آقا رسول الله توی یه روایت یا ابا ذر کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک، بر عمرت بیشتر آزمند و حسود نسبت به عمرت ها، و بخیل باش نسبت به عمرت، بیشتر از چی؟ درهم و دینارت. چون دقیقا درهم و دینار رو میذاری میری، عمری که با هیچ پولی به دست. امام علی علیه السلام الناس یامون فاذا ماتون تبهو، مردم تو خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشه. این روایت هم از امیرالمومنین خیلی زیباست و تکان دهنده، به درستی که عمر تو تعداد ایامی است که پشت سر میگذاری، پس هر روزی که میگذرد از عمر تو کاسته میشود. ذیل آیه شریفه
وابتغ فی ما آتیک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. از امیرالمومنین که در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت رو جستجو کن و بهرت رو از دنیا فراموش منما، از امیرالمومنان سوال شد. حضرت فرمود این آیه یعنی ولا تنس فراموش نکن صحتک، سلامتی تو و قدرتک و فراغک، اوقات فراغت تو و شبابک، جوانی تو و نشاطک، ان تطلب به الاخره، به وسیله این پنج نعمت بزرگ آخرت را بطلب. زمانها یه چیز نسبیه، برای یه نفر میبینید یک دقیقش به اندازه یک ساعت بقیه چی؟ میارزه. یه ضرب مثل خیلی معروف داریم، میگه اگه میخوای ارزش 10 سال رو بفهمی برو از کسی که از همسرش جدا شده بعد 10 سال عمر بپرس. میگه ارزش 4 سال میخوای بفهمی از کی بپرس؟ ای فارغ التحصیل. 2 سال برو از یه سرباز بپرس، آی اون 2 سال خدمت، آی اون 2 سال قدر نمیدونن. که بعضیشون میری سربازی جای خوب میافتن قدر نمیدونن، بعضیشون هم هستش که نه، آدم زرنگ همون 2 سال هم تبدیل میکنه به چی؟ به فرصت. بهترین فرصت دوران خدمت سرباز، برای منظم شدن، برای شکستن غرور مضحک و مزخرفی که داریم، برای فرمان پذیری و ولایت پذیری، بهترین فرصت. اگه میخوای ارزش 1 سال بفهمی برای یه دانش آموز تجدیدی بپرس، ردی. ارزش 9 ماه بعد از یک خانمی که باردار بوده بپرسی که 9 ماه عمرشو گذاشته با یه بچه، بعد از اون پرسید همیشه داره کم میشه. برای ارزش 1 ماه از مادری بعد پرسید که نوزادش نارس به دنیا میاد، زودرس به دنیا میاد، میمیره. 1 ماه همش. برای 1 هفته بعد از سردبیر 1 هفته‌نامه بپرسی. برای 1 هفته که چجوری جون میکنه، برای یه روزی از یه روزنامه، هر روز یه برنامه جی، اصلا واقعا شغل پر استرسی. ارزش 1 دقیقه رو بعد کی بپرسی؟ از منی که از هوا پرواز جا مونده. ارزش 1 ثانیه رو برام کسی که یه تصادف جون سالم به در بره. 1 ثانیه دیرتر واقعا فرمون میشه خودم. بعضی موقع لایکشی صحبت میلیمتره، یه سانت. ارزش 1 کمتر از ثانیه رو بعد از اون قهرمان المپیک بپرس که با هم میرسن سر 100 ثانیه، میبینی یکی میشه اول میشه دوم، یکی میداره طلا میبره اون یکی نقره میبره. یک بررسی دانشمندان انجام دادن، شما در یک عمر 60 تا 70 ساله 8 روز از عمرتون رو صرف بستن بند کفشتون میکنید. انتظار سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی 1 ماه از عمر شما رو میگیره. برعکس این ایدئولوژی، این دین برای ثانیه ها برنامه داره. نماز غریق داریم. آدمی که داره غرق میشه میتونه نماز بخونه. چی میگه؟ یا الله اکبر، نماز چه سوزش. لحظه غرق شدن یا الله اکبر چی میتونی بگی؟ بلند نمیتونی بگی، تو دلت بگی. 20 ثانیه هم میشه بله ذکر گفت. 20 ثانیه اصلا میتونه همه چی به کلاس آموزشی شما تبدیل کنه. گرفتن شماره تلفن، صحبت با تلفن. گرفتن شماره تلفن 1 ماه از عمر شما رو میگیره در سال، در عمرتون. یعنی 1 ماه در عمرتون شما دارید شماره تلفن میگیرید. 3 ماه از عمر آپارتمان نشینان توی آسانسور میگذره. تو 60 سال 70 سال عمرش. از 60 تا 70 تا 3 ماه از عمر رو استاک زدن میگیره. انتظار برای رسیدن اتوبوس 5 ماه، استحمام 6 ماه تا 1 سال. طرف مثلا اون دنیا ملک اومده ازش داره میپرسه میگه 4 سال از عمر تو کجا گذروندی؟ میگه تو مسترا. 4 سال عمر آدم تو دستشویی بگذرونه خیلی بده ها. 4 سال، 4 سال اصلا میشه لیسانس بگیری. غیر اینه 4 سال میتونه تو لیسانس بگیری، کار دوره کارشناسیشو، مادر دوره کارشناسیش تو دستشویی بوده طرف. تماشای تلویزیون 10 تا 15 سال عمر. بعد چی یاد گرفتی تو این 10-15 سال؟ یه موقع از اخبار رو گوش کردی، یه مستندی رو نگاه کردی، شبکه آموزش زدی، 4 تا نکته یاد گرفته. ما باید پاسخگوی وقتمون باشیم، یادمون نره. 20 سال هم از توی 60 سال خواب هستیم. 20 سال از عمر انسان تو خوابه. یعنی فرض بکنید طرف بتونه از خواب روزش 1 ساعت کم بکنه، چقدر میفته جلو.
مراقب دزدای وقت باشی. دزدای وقت ببین چیکار میکنن؟ وقت ما رو میدزدن. کار شیطون هم گفتیم دزدیدن چیه؟ وقت ما اصلا شیطون سارقه.